تجربه ها مانند زهری متشابه و جدید است که بر زهری که در پیمانه ریختند افسوده گردد و به جای اینکه اثر زهر را از بین ببرد، آن را قوی تر و کشنده تر خواهد کرد و جنگ و طاعون و قتل عام و حریق و تاراج هم نوع بشر را بدتر و کینه‌توزتر و حریص‌تر و شهوت‌پرست‌تر می‌نماید. سینوهه، تو نیز یک انسان هستی و گرچه خون خدایان در عروق تو جاری است، ولی شکل انسان را داری و دارای گوشت و خون و استخوان می‌باشی. در این صورت انتظار نداشته باش که در تو خشم و کینه و شهوت نباشد. تو انتظار نداشته باش که یک انسان نیکو را پیدا کنی، زیرا محال است که یک انسان خوب وجود داشته باشد، زیرا خدایان سرشت او را با خشم و کینه و حرص و شهوت به وجود آوردند و فقط انسان وقتی که میمیرد و لاشه او را برای مومیایی شدن به دارالحیات میبرند خوب میشود. به همین جهت یک انسان نیکبخت نخواهد شد مگر اینکه بمیرد، زیرا جز به وسیله مرگ از کینه و خشم و حرص و شهوت نخواهد رفت. سینوهه، این حقیقت را بدان که علم نوع بشر او را اصلاح نمی کند، بلکه او را حریص‌تر، بی‌رحم‌تر و شهوت‌پرست‌تر می نماید. و کسی که دانشمند است ده بار حریص‌تر از مردی است که علم ندارد، به همین نسبت بیش از مرد نادان دارای کینه و شهوت می باشد. سینوهه، تو اگر دانشمند نبودی مرتکب فجایع و جنایاتی که در مدت عمر خود گردیدی نمی شدی. هزارها نفر بر اثر دانش تو از گرسنگی و مرض مردند، یا به وسیله اسلحه تو به قتل رسیدند، یا زیر عرابه‌های جنگی جان سپردند، یا در جاده‌های صحرا از فرط خستگی تلف شدند. ای مرد جنایتکار، اگر تو دانشمند نبودی اطفال در شکم مادر نمی مردند و ضربات چوب بر پشت بردگان فرود نمی آمد و هزارها زن مورد تجاوز سربازان خونخوار قرار نمی گرفتند و هزارها مرد غلام نمی شدند و ظلم بر عدالت و حیله و تزویر بر راستی و درستی غلبه نمی کرد و امروز دوستها بر جهان حکومت نمی نمودند. تو بودی که با زهر فرعون اخناتون را هلاک کردی و فرعونی را که خواهان صلح و مساوات بود از بین بردی و جهان را برای خونخاران و شهوت پرستان و دزدان آزاد گذاشتی. هزارها تن که رنگ پوست بدن آنها غیر از رنگ پوست تو بود بر اثر دانش تو بیگناه مردند و هزارها نفر که نمی توانستند به زبان تو تکلم کنند باز بیگناه جان سپردند و مسئول مرگ آنها تو هستی و فقط تو مسئول می باشی. به همین جهت زجه ها و ناله ها و عشق های آنان مانع از این می شود که تو شبها به خواب بروی و غذا را در کام تو بیمزه می نماید. یک روز که با روح و قلب خود این طور صحبت می کردم، قلب و روح هم خطاب به من گفتند: سینوهه، جنایات تو قابل بخشایش نیست و ما تا روزی که تو زنده هستی تو را نخواهیم گذاشت یک شب آسوده بخوابی، برای اینکه تو دانشمند هستی و می دانستی که چه می کنی، لذا مسئولیت تو خیلی بزرگ و نابخشودنی است. آن وقت من جامه را دریدم و فریاد زدم: لعنت بر این دانش من باد، لعنت بر آن روزی که من از مادر زاییده شدم، لعنت بر این دست‌های من که مرتکب این همه جرائم شد و ملعون باد دیدگان من که آن همه فجایع را که من مرتکب شدم دید. و ترازوی اوزیریس را بیاورید تا اینکه قلب جنایتکار مرا در آن وزن کنند و بگویید که
40 میمون درباره من بعد از وزن کردن قلب رأی بدهند، زیرا فقط آنها می توانند بگویند که آیا من مرتکب جنایت شدم یا نه. توضیح حاشیه: اوزیریس از خدایان قدیم مصر بود و با ترازو قلب انسان را می کشید که بداند چقدر وزن دارد، یعنی تا چه اندازه مرتکب ثواب و گناه شده است. با آن وقت 40 میمون راجع به شخصی که قلب او را کشیده بودند رأی می دادند و عقیده مربوط به کشیدن ثواب و گناه از مصر به بعضی از مذاهب راه یافت. ادامه متن: بر اثر فریادهای من موتی از آشپزخانه خارج شد و مرا روی تخت خواب خوابانید. پارچه مرطوب بر سرم نهاد و جوشاندنی های تلخ لیکن مسکن به من خورانید و وقتی میخواستم از بستر برخیزم و به حیات بروم مانع گردید و میگفت این کار را نکن، زیرا نباید آفتاب بر سرت بتابد. من مدتی بیمار بودم و در بستر هزیان میگفتم و گاهی راجع به اوزیریس و ترازوی او حرف میزدم و زمانی راجع به مریت و تهوت. بعد از اینکه بیماری من مداوا شد دیگر راجع به اوزیریس و مریت و تهوت صحبت نکردم، ولی آنها را فراموش نمی نمودم، برای اینکه تهوت فرزند من بود و مریت مادر او. من می دانستم که آن دو نفر از این جهت مردند که من تنها باشم، چون اگر آن دو نفر نمی مردند من تنها نمی ماندم و سعادتمند می شدم. ولی خدایان مرا برای تنها زیستن آفریده بودند و به همین جهت در شبی که متولد گردیدم مرا تنها در سبدی نهادند و روی آب نیل رها کردند. ولی با اینکه من راجع به فرزندم و مادر او و کارهایی که در گذشته کرده بودم با هیچ کس صحبت نمی نمودم، هیچ وقت کارهای سابق خود را فراموش نمی کردم و بالاخره روزی لباس فقرا را پوشیدم و از خانه خارج شدم و شب با آن خانه مراجعت ننمودم. بعد از خروج از منزل به اسکله رفتم و آنجا شروع به حمالی کردم و به زودی پشت من از حمل بارهای سنگین مجروح گردید و کمرم به درد آمد. وقتی گرسنگی به من زور می آورد به بازار سبزی فروش ها می رفتم و با خوردن سبزی های فاسد که در آن بازار دور می ریختند خود را سیر می کردم. هنگامی که دریافتم دیگر نمی توانم حمالی کنم، نزد یک آهنگر برای به حرکت درآوردن دم آهنگری شروع به کار کردم، تا اینکه زخم پشت من بهبود یافت و درد کمر رفع شد. به فقرا و غلامان و کارگران می گفتم بین افراد بشر تفاوتی وجود ندارد، برای اینکه همه عریان متولد می شوند. هیچ کس را نباید از روی رنگ پوست بدن یا از روی زبان و تکلم یا از روی لباس و جواهرش مورد قضاوت قرار داد، بلکه فقط قلب اشخاص است که باید برای شناسایی آنها مورد قضاوت قرار بگیرد. به همین جهت یک مرد خوب بهتر از یک مرد بد و یک مرد عادل بهتر از یک مرد ستمگر است. ولی غلامان و کارگران می‌خندیدند و می‌گفتند سینوه تو دیوانه شده ای، زیرا تا انسان دیوانه نباشد در حالی که خواندن و نوشتن می داند مثل غلامان کار نمی کند، یا اینکه مرتکب جنایت شده ای و قصد دارند که تو را دستگیر کنند و مجازات نمایند و تو خود را بین ما پنهان می نمایی. و یک فرض دیگر وجود دارد که بیشتر در مورد تو صدق می کند و آن اینکه تو طرفدار آتون هستی، زیرا حرفایی که می زنی گواهی می دهد به آتون عقیده داری، در صورتی که می دانی که هرگز نباید نام آتون برده شود و ما می توانیم تو را بروز بدهیم تا اینکه دستگیرت کنند و برای کار اجباری به معدن بفرستند، ولی این کار را نمی کنیم، زیرا از حرفهای تو تفریح می نماییم و تو بیش از یک مسخره ما را می خندانی. ولی مشروط بر این که نگویی که رنگ اشخاص سبب تفاوت آنها نمی شود، زیرا تو با این حرف یک توهین بزرگ به ما می زنی، چه می خواهی بگویی که ما با سیاه پوستان مساوی هستیم؟ در صورتی که بدون تردید سیاه پوستان از ما پستر می باشند و ما که مصری هستیم افتخار می کنیم که رنگ روشن داریم و به گذشته خیش می بالیم و به آینده امیدواریم،
زیرا می دانیم که در جهان ملتی بزرگتر از ملت مصر به وجود نیامده و نخواهد آمد و تا جهان باقی است هیچ ملتی نمی تواند اماراتی مانند اهرام ما بسازد و مجسمه هایی چون مجسمه های ما بتراشد، خدایانی همچون خدایان ما داشته باشد و مثل ما اموات را طوری مومیایی کند که جسم آنها زنده جاوید باشد. همه میمیرند و از بین میروند ولی ملت مصر باقی میماند، برای اینکه ما چیزهایی به وجود آورده ایم که از بین رفتنی نیست. لذا ما نمیخواهیم که تو ما را با دیگران مساوی بدانی و اگر میخواهی بین ما زندگی کنی پیوسته قبول کن که ملت مصر برجسته ترین ملت جهان است. من به آنها میگفتم بدبختی شما ناشی از همین است که ملتی را بزرگتر و برجسته تر از ملت دیگر و طبقه ای را بالاتر از سایر طبقات می دانید. تا وقتی که یک نفر یا یک ملت خود را برتر از دیگران می داند، زنجیر برای بستن دست و پای ضعفا و چوب برای کوبیدن بر پشت فقرا و کارگران و غلامان از بین نخواهد رفت. یک روز یکی می گوید که من چون فرزند خدایان هستم، برتر از دیگران می باشم و روز دیگر می گوید که ما چون سیم و زر داریم برتر از دیگران هستیم و یک روز دسته پیدا می شوند و می گویند که ما چون در بزرگترین مدرسه مصر یعنی دارالحیات تحصیل کرده ایم و دانشمند هستیم برتر از دیگران به شمار می آییم. ولی منظور تمام این افراد و منظور تمام کسانی که تا پایان جهان به مناسبت داشتن اصالت خانوادگی یا بلندی ریش یا داشتن تحصیلات عالی خود را برتر از دیگران می دانند این است که بر فرق سایرین بکوبند و پشت آنها را با چوب خم کنند و آنها را مثل چهار پایان وادارند که برایشان به کار مشغول شوند و نتیجه کار آنها را به رایگان در ازای یک لقمه نان و یک پیمان آبجو از دستشان بگیرند. تا روزی یک نفر یا یک ملت میگوید که من از دیگران برتر هستم، قتل عام از بین نخواهد رفت و مرغان لاش خور و کفتارها از لاشه مقتولین سیر خواهند شد. انسان را باید از روی قلب او مورد قضاوت قرار داد و اگر میخواهید بدانید چرا افراد با هم مساوی هستند و یکی بر دیگری مزیت ندارد، آنها را در موقع بدبختی و به خصوص ناخوشی و رنج مورد قضاوت قرار دهید تا بدانید که همه یک جور می نالند و اشکی که از تمام چشم ها بیرون می آید از یک جنس یعنی آب شور است و اشک چشم یک سفید پوست فرقی با اشک چشم یک سیاه پوست ندارد. کسانی که حرف مرا می شنیدند قاه قاه می خندیدند و می گفتند سینوهه بدون تردید تو دیوانه هستی، زیرا فقط یک دیوانه چون این فکر می کند که انسان نباید خود را برتر از دیگران بداند، زیرا اگر یک نفر خود را به جهتی برتر از دیگران نداند نمی تواند زندگی کند. حتی فقیرترین و بیچاره ترین افراد به جهتی خود را برتر از دیگران می داند و به همین دلگرمی زندگی می نماید. کسی که بوریا می بافد بر خود می بالد که انگشتهای او لایقتر و ورزیده تر از دیگران است. دیگری نزد خویش افتخار می کند که شانه های عریض و عضلات برجسته دارد و کسی که کارش درویی می باشد از زرنگی و حیله خود مباهات می نماید. قاضی که دزد را محکوم می کند مفتخر است که عدالت دارد و طبیب فخر می نماید که دانشمند می باشد. شخصی که ممسک است از امساک و لئامت خود افتخار می کند و آن که اسراف می نماید خوشبخت می باشد که برتر از دیگران است چون می تواند اسراف کند. یک زن با عفت خود را برتر از دیگران می بیند و آن کس که به پستی تن در می دهد به همین دلیل که می تواند با هر خفتی باشد خود را برتر از سایرین فرض می نماید. ما هم که کارگر و غلام هستیم خود را از تو سینوهه که خواندن و نوشتن می دانی برتر می دانیم، برای اینکه یقین داریم که زرنگتر و عجیبتر از تو هستیم. پس این فکر دیوانوار را از خاطر بیرون کن که انسان بتواند طوری زندگی کند که خود را برتر از دیگران نداند. گفتم با این وصف عدالت بهتر از ظلم می باشد. یک مرتبه دیگر
آن کارگران و غلامان خندیدند و گفتند: سینوه، تو به قدری ساده هستی که پنداری تا امروز در جایی زندگی می‌کردی که انسان در آنجا وجود نداشته است. عدل و ظلم چیزی نیست که بتوان آنها را از هم جدا کرد، و در جهان هیچ قاضی وجود ندارد که بین عدل و ظلم تفاوت بگذارد، بلکه آنچه وجود دارد قوی و ضعیف است. ما اگر یک ارباب بی‌رحم را که دائم از نان و گوشت و آبجوی ما می‌دزدد و زن و فرزندان ما را گرسنه نگاه می‌دارد و پیوسته با چوب و شلاق پشت ما را مجروح می‌کند به قتل برسانیم، به تصور خودمان عدالت کرده ایم، ولی فوری ما را دستگیر می‌کنند و نزد قاضی می‌برند و او امر می‌کند که دو گوش و بینی ما را ببرند و سرنگون ما را بیاویزند تا جان از کالبد بیرون برود. ولی همان قاضی که ما را به جرم قتل یک ارباب بیرحم به قتل می‌رساند، حاضر نیست که ارباب را به جرم ستمهایی که بر ما می‌کند مجازات نماید، زیرا او قوی می‌باشد و ما ضعیف هستیم. من گفتم: قاضی حق دارد که شما را به جرم قتل ارباب به قتل برساند، زیرا قتل نفس به هر عنوان و برای هر منظور که باشد پست‌ترین اعمال بشری است. آنها گفتند: اگر این حرف را هرمهوب از دهان تو بشنود، تو را برای کار اجباری به معدن خواهد فرستاد، زیرا در نظر هرمهوب هیچ افتخاری بزرگتر از این نیست که انسان بتواند سربازان خصم را در جنگ به قتل برساند. ولی اگر تو می‌خواهی که نوع بشر را اصلاح کنی، ستم را از بین ببری، به جای اینکه با ما حرف بزنی، خوب است که نزد اغنیا بروی و این حرف‌ها را به آنها و قضات مصر بزنی، چون ما اگر هم بد باشیم وسیله نداریم که ظلم کنیم، در صورتی که آنها هم بد هستند و هم ظلم می‌کنند. ولی آگاه باش که این حرف را به توانگران و قضات و رجال دربار فرعون بزنی و تو را متهم خواهند کرد که طرفدار آتون هستی و گوش و بینی تو را خواهند برید و تو را برای کار اجباری به معدن خواهند فرستاد. با اینکه کارگران و غلامان مرا ترسانیده بودند، من این توصیه را به موقع اجرا گذاشتم و در حالی که لباس فقرا را در بر داشتم، در تبس به حرکت در آمدم تا با اغنیا صحبت نمایم. تبلیغ خود را از سوداگران و بازرگانان شروع کردم، به کسانی که خاک در آرد می ریختند و آرد مخلوط با خاک را به مردم می فروختند می گفتم این کار را نکنند، زیرا جنایت است. به اشخاصی که آسیاب داشتند و غلامان را در آسیاب به کار می گرفتند ولی دهان آنها را می بستند تا اینکه گندم نخورند، می گفتم که با انسان نباید مثل حیوان رفتار کنند. نزد قضات که اموال یتیمان را می خوردند یا رشوه می گرفتند و احکام ناحق می دادند رفتم و به آنها گفتم از این اعمال دست بکشند. من با تمام طبقات توانگر و مقدر تماس گرفتم و همه را مورد نکوهش قرار دادم. آنها از شنیدن حرفهای من حیرت می کردند و لباس مندرس مرا می نگریستند و می شنیدم که به دوستان خود می گفتند که این سینوهه که مردی فقیر است بدون شک جاسوس فرعون می باشد و فرعون او را فرستاده که از وضع ما مطلع شود، وگرنه کسی که این طور فقیر است جرأت نمی کند که این حرفها را به زبان بیاورد. ولی به زودی اشراف و اصیلزادگان مصر دریافتند که من جاسوس فرعون نیستم و او مرا مأمور نکرده که این حرفها را بزنم، لذا به وسیله غلامان خود مرا مضروب می کردند و از در می راندند و بعد از اینکه چند مرتبه سوداگران مرا با بدن مجروح در خیابانهای تبس دیدند، به من گفتند: سینوهه، اگر تو یک مرتبه دیگر نزد ما بیایی و ما را متهم کنی که خاک را با آرد مخلوط می کنیم و در شراب سرکه می ریزیم و گوشت فاسد می فروشیم و دهان غلامان خود را می بندیم، ما به جرم نشر اکاذیب و تولید اختلال برای از بین بردن امنیت و طرفداری از آتون از تو نزد قاضی شکایت خواهیم کرد. وقتی دیدم تبلیغ من بیفایده است و من نمی توانم که ظلم را از بین ببرم و بین مردم مساوات برقرار کنم، کسی هم مرا به قتل نمی رسانید زیرا قتل من برای کسی فایده نداشت، به خانه برگشتم و زیر درخت ها کنار برکه نشستم
و به تماشای ماهی ها مشغول شدم و گوش به عرعر درازگوشان و جنجال بچه ها که در کوچه بازی می کردند دادم، تا روزی که کاپتا که بالاخره از سوریه به طبس مراجعت کرد نزد من آمد. روزی که غلام سابق من وارد خانه شد با شکوه بود و دیدم بر تخت روانی نشسته که 12 غلام سیاه آن را حمل می کند و عطر بر بدن مالیده تا هنگام عبور از محله فقرا روایح مکروه را استشمام نکند. کاپتا فربه شده بود و مشاهده کردم که یک چشم از طلا و جواهر روی چشم نابینای خود نهاده، ولی وقتی نشستم چون چشم مزبور او را اذیت می‌کرد آن را برداشت و از دیدار من گریست. سپس شروع به صحبت کرد و گفت: در سوریه جنگ نزدیک به اتمام است، زیرا هرمهب تمام شهرهایی که در تصرف هاتی بود تصرف کرد و فقط شهر کادش باقی مانده که اینک آن را محاصره نموده است. بعد گفت: چون در سوریه انحصار خرید و فروش غنایم جنگی به طوری که میدانی با من بود، من از خرید و فروش این غنایم ثروت گزاف به دست آوردم و اینک که به طبس مراجعت کردم، در این شهر یک کاخ خریدم و اکنون چندین غلام در کاخ من مشغول تعمیر و تزئین آن هستند و من دیگر در طبس میخانه نخواهم گشود، زیرا به قدری ثروت دارم که محتاج به این کار نیستم. آنگاه راجع به من صحبت کرد و گفت: سینوه ارباب من، در این شهر راجع به تو چیزهای خطرناک شنیدم. به من گفتند که تو در اینجا فقرا و غلامان و کارگران را به ضد اغنیا میشورانی و به بازرگانان و قضات تهمت میزنی و من به تو اندرز بیدهم که احتیاط کن، زیرا اگر به این روش ادامه بدهی تو را برای کار اجباری به معدن خواهند فرستاد و اگر میبینی که تا امروز مزاحم تو نشده اند، برای این است که میدانند که تو دوست هرمهب هستی و اغنیا و اشراف و کاهنان از هرمهب میترسند. و اکنون به من بگو چه شده که تو باز کارهای دیوانوار میکنی و شاید من بتوانم علت این دیوانگی را از بین ببرم. من شروع به صحبت کردم و به او گفتم که بر اثر چه افکاری در صدد برآمدم که مردم را تبلیغ نمایم. کاپتا گفت: سینوهه، من در گذشته می دانستم که تو مردی ساده و تقریبا دیوانه هستی، ولی فکر می کردم که مرور اوقات و افزایش عمر سبب خواهد گردید که اصلاح شوی. و اکنون می بینم با اینکه تو یک مرد معمر هستی، جنون تو شدت پیدا کرده است، در صورتی که خود دیدی که آتون در این کشور چه بدبختی ها به وجود آورد و چگونه مردم را گرفتار قحطی و مرض و ناامنی کرد. من فکر می کنم این اندیشه ها که در تو به وجود می آید ناشی از بیکاری است و چون تو دیگر بیماران را معالجه نمی کنی دوچار این خیالات می شوی. تو اگر مثل گذشته بیماران را مداوا کنی خواهی فهمید که معالجه یک بیمار در تو بیش از 100,000 از این حرف ها که هم برای تو خطرناک است و هم برای آنهایی که فریب تو را می خورند تولید رضایت و لذت می نماید. اگر نخواهی تبابت کنی می توانی مثل سایر ثروتمندان بیکار خود را به کارهای دیگر مشغول نمایی. اگر به شکار علاقه داشتی به تو می گفتم به شکار اسب آبی برو، ولی می دارم که تو شکارچی نمی باشی. و اگر به گربه علاقه داشتی به تو می گفتم که مثل پیپت آمون گربه تربیت کن و امروز این مرد از لحاظ تربیت گربه های لوکس در طبس معروفیت دارد، ولی می دانم که تو از بوی گربه متنفر هستی. اما غیر از شکار و تربیت گربه می توان با وسایل دیگر وقت گذرانید. مثلا چون تو خواندن و نوشتن را می دانی می توانی اوقات خود را صرف نوشتن نمایی و یا کتاب های قدیمی را جمع آوری کنی یا مشغول جمع آوری اشیای مربوط به دوره اهرام بشوی یا ادوات موسیقی سوریانی را جمع آوری کنی یا مجسمه های کوچک و عروسک های سیاه پوستان را که از سرزمین کوش آورده می شود جمع نمایی. و بهتر از تمام اینها آن است که بقیه عمر را به آسودگی و خوش بگذرانی و خواهی دید که یک سال از عمر تو به قدر یک ماه و یک ماه از عمر تو به قدر یک روز
می گذرد. گفتم کاپتا، مشاهده این ستمگری ها و اجحاف نسبت به زعفا نمی گذارد که من عمر را به آسودگی بگذرانم. کاپتا گفت ارباب من، در این جهان هیچ چیز کامل نیست و همه چیز نقص دارد، و وقتی نان را از تنور بیرون می آوری می بینی که حاشیه های آن سوخته، و هنگامی که یک میوه را نصف می کنی که به دهان ببری می بینی که درون آن یک کرم است، و شراب بعد از اینکه شب نوشیده شد هنگام صبح تولید سردرد و کسالت شدید می کند. لذا انتظار نداشته باش که در این جهان که هیچ چیز کامل نیست عدالت کامل وجود داشته باشد، و نیت خوب هم ممکن است نتایج بد بدهد، و ما دیدیم که در دوره اخناتون با اینکه آن فرعون نیت خوب داشت از تصمیم او چه نتایج زیان بخشی به وجود آمده است. سینوهه، من مردی عامی هستم و هیچ نمی دانم، ولی چون انتظار ندارم که در دنیا عدالت کامل وجود داشته باشد از زندگی استفاده می کنم، و امروز قضات مقابل من رکوع می کنند چون می دانند که ثروت دارم. ولی تو سینوهه، با اینکه یکی از بزرگان این کشور بودی و هستی و پزشک فرعون به شمار می آمدی، امروز در این کشور به قدر یک غلام دارای احترام و اهمیت نمی باشی، زیرا تو خود چنان رفتار کردی که خیش را محروم نمودی. ارباب من، اگر تو مسئول اوضاع دنیا بودی حق داشتی که اندوهگین باشی، ولی تو که دنیا را اینطور به وجود نیاورده ای، برای چه به خود میپیچی که در این جهان عدالت وجود ندارد؟ از من بشنو و این افکار را کنار بگذار، و برای اینکه باز گرفتار این اندیشه ها نشوی خود را به چیزی مشغول کن، و اگر بتوانی خود را به طبابت مشغول کنی بهتر است، زیرا من تو را می شناسم و می دانم که از مداوای بیماران لذت می بری، و آن لذت مانع از این است که از این نوع خیالات در تو به وجود بیاید. گفتم کاپتا، حرف تو در من اثر کرد، راست گفتی که من اگر طبابت کنم از معالجه بیماران رضایت خاطر حاصل خواهم کرد، ولی تو ضمن صحبت اسم آتون را به زبان آوردی، در صورتی که ادای نام این خدا ممنوع است. آیا کسانی هستند که هنوز از آتون طرفداری می کنند؟ چون اگر این اشخاص نبودند تصور نمی کنم که تو به فکر این خدا می افتادی. کاپتا گفت ارباب من، خدای آتون مانند شهر افق فراموش شد، یعنی دیگر کسی از او به عنوان یک خدا یاد نمی کند، ولی هنوز هنرمندانی هستند که از اسلوب هنری دوره آتون پیروی می کنند، و نقالانی وجود دارند که قصه های مربوط به دوره آتون را نقل می نمایند، و گاهی روی خاک یا دیوار شکل صلیب حیات یعنی صلیب آتون دیده می شود. لذا با اینکه دیگر هیچ کس به آتون عقیده ندارد، او هنوز فراموش نشده است. گفتم کاپتا، من بر حسب اندرز تو حرفه طبابت را از سر خواهم گرفت، و چون گفتی که برای گذرانیدن عمر خود را به چیزی مشغول کنم و مجموعه ای از بعضی اشیا فراهم نمایم، من یک کلکسیون از کسانی که هنوز آتون را فراموش نکرده اند گرد خواهم آورد.